اکنون رسیدیم به اسماعیل، پسر زویر و فیروزه و نبیره رحمانوف. اسماعیل محمد زویر که حالا هم چون صاحب کار و تاجر دست به خیر شناسانده می شود، در اصل یک جوان عیاش و خودخواه و خیلی برحم و بسا متکبر و به گفتی مردم بادیشه و سروران است. خودم شاهد هستم که بندی پای سب سفید یک دختر را با سیگاریت سوزانید. همین حالا هم ایزی سوخته پای چپ آن دختر استاده است. اکورکای سیگاریت را آنچنان به پای دختر زیر میکند که داخل پوست و گوشت میشود و ای دختر را تجاوز نموده امر میکند که خوب دیگر همون کارهای بد را کند با او. دختر راضی نمی شود، نام این دختر را نمی آورم و ای را مختصر با حرف های اول نامش می گویم که ب ف ت، خواهرش ت نام دارد، زاده کلاب، ولی در دوشنبه با مادرشان زندگانی می کند. پدر آنها ب ت سالهای پیش در هیئت خادمان خود رحمانوف قرار داشته است و کار می کرده است. ببینید دختری محافظ رحمانوف را چکار می کنند دختراشه، اما او را برای کدام سپارشش را اجرا نکردن زندان کرده و از آنجا مرده اش را می برارند. سال تولد ف 1994 دختر و خواهرش ت باشد سال 1998 از تولدش. آنها اجاره نشینند، تنها به خاطر پیش بردن روزگار به این راه بد رفتند. اسماعیل هر دوی خواهران را تجاوز کرده است. اسماعیل در ماه فوریه سال 2018 در قرغن بوسکشی تشکیل کرد. در شمار سالم جایزه های گرانبها 5 دختر هم بود که البته نام آنها را گفته بودیم و این قضیه را در برنامه قبلی گفته بودیم. خوب دیگر، اسماعیل یک خواهر دارد کلین رستم سعیدوف، مال و ملکی بابک زنجانی در دست اوست. شرکتی ازین اکسپرس با اوتوبوس های 170 هزار دلاری و نیز کانت بانک که حالا با نام بانک آسیا تبدیل نام کرده است. این خواهر اسماعیل سال گذشته توی شد و یک جوان خوشدار زیبای داشت که هر سری چند وقت او را مهمانخانه حیات رژنسی می برد و ساعتها در آنجا عشق ورزی می کردن. یک بار خوب گپی دوگانش هم در اون برنامه گذشته گفته بودیم، ولی اینها معلومات هایی هستند که اینها را افراد گوناگون با تکرار میگویند. یعنی این چیزهایی هستند که این آیله از آنها اصلا شرم و حیا ندارد و اینها کارشان همین است. خب بینندگان عزیز، از این هم صحبتی من آنچنان آگاهی داشت که دیگر از سوال کردن می ترسیدم. راستش طاقت گوش کردنش رو نداشتم. هوش از سرم پرید با آنچه گفت و من شنیدم. این بود حیاتی پس پردگی رستم، اکبر و امام علی رحمانوف و اینچنین اسماعیلی نبیره رحمانوف، پایانی بخشی سومی رستم و پایانی بخشی پنجمی بشرفان. بینندگان گرامی، سلسله برنامه های تحقیقاتی ما از حیات محرمانه رستم امام علی و رفیقانش را اصلاح ادامه می دهد. با اصلاح باشید و هر زنان و دختران از این جانورانی در صورت انسان بوده آزار و رنج و تحقیر دیده اند به اصلاح نویسید تا اینکه اینها را به ملت و مردم نشر نماییم و از کی بودن اینها همه آگاهی پیدا کنند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.